اعتراضات در سوریه از اوایل سال 2011 و به دنبال آنچه که بهار عربی در کشورهایی همچون تونس و مصر و لیبی خوانده میشد آغاز شد. مردم سوریه در ابتدا خواهان آن بودند که پس از حدود 50 سال حکومت بعث تغییراتی در آرایش سیاسی و اجتماعی پدید آورند. اما حکومت اسد نیز مانند دیگر حکومت‌های استبدادی توان ایجاد تغییرات به موقع و واقعی را در خود از بین برده بود. بنابراین به سرکوب خشونت بار مردمی پرداخت که از سالها حکومت گروه کوچکی از اقلیت علوی این کشور خسته شده بودند. خواست آنها اگر با اصلاحاتی واقعی پاسخ داده شده بود، سرنوشت غمبار کنونی سوریه به وجود نیامده بود. میلیون ها آواره، هزاران کشته و مجروح و کشوری ویران. ایران در این میان با توجه به رابطه استراتژیک چندین سالش با حکومت اسدها، همواره با حمایت از بشار اسد همچون رسانه‌های دولتی سوریه معترضان را فریب خورده، آدمکش و غارتگر خوانده است. از ابتدای درگیری‌ها در سوریه همواره خبرهایی از پشتیبانی‌های مالی و نظامی ایران از سوریه وجود داشته است. تا آنجا که برخی از منابع از حضور برخی فرماندهان سپاه به عنوان مشاوران سرکوب اسد سخن گفتند. از سوی دیگر حزب الله لبنان که نیروی گوش به فرمان ایران است نیز با مشارکت خود در درگیری‌ها به نفع دولت اسد توانست توازن قوا را به نفع حکومت سوریه تغییر دهد. اتفاقی که در سرنوشت مذاکراتی که در پی یافتن راه حلی برای کاهش خشونت‌ها و کشتار مردم سوریه است تأثیر منفی داشته است. حضور حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی کاملا نظامی و خارجی در جنگ داخلی سوریه آتش این درگیری ها را به کشور لبنان کشانده است و جنگ مردم و حکومت سوریه به درگیری های مذهبی سنی و شیعه در منطقه شبیه شده است. اما اصل قضیه فراتر از این حرف هاست. آنچه که سوریه را متفاوت از مصر و تونس و لیبی می کند همجواری استراتژیک این کشور با اسرائیل است، کشوری کوچک که از آغاز پیدایش با فلسطینی ها درگیر بوده و هیچ امنیت پایداری را احساس نکرده است. اسرائیل با همه کوچکی به واسطه لابی های گسترده و اثرگذارش حمایت کشورهای بزرگ و قدرتمند غربی را به همراه داشته است. حضور اسرائیل در کنار سوریه وضعیت تغییرات و راه حل‌های بحران این کشور را بسیار پیچیده تر از سایر کشورهایی کرده است که اکنون در حال تجربه تابستان عربی هستند. از طرفی مهمتر از حمایت ایران از سوریه، اسد به حامی بزرگتر و جهانی‌تر خود روسیه دلخوش است. روسیه هم پیمان حکومت‌های دیکتاتوری منطقه بوده و هست. باندهایی که در سازمانهای امنیتی شوروی حضور قدرتمندی داشتند، اکنون توانستند قدرت را در روسیه به دست آورده و نوعی حکومت شبه مادام العمر با ظاهری دموکراتیک برای خود بسازند. مدل پوتین مدودوف به الگویی برای ادامه دیکتاتوری در برخی کشورها تبدیل شده است. اگرچه روسیه در ظاهر دوست حکومتهای استبدادی منطقه است، اما تاریخ روابطش با این کشورها بیان چیز دیگری است. به عنوان مثال روسیه‌ای که در دو جنگ تاریخی با ایران بخش‌هایی از خاک کشورمان را برای همیشه از آن جدا کرده بود، اینک نیز با حمایت دروغین خود از برنامه اتمی ایران توانسته است با چپاول سرمایه‌های ملی ایران به بازسازی صنایع اتمی خود که پس از بحران چرنوبیل به شدت آسیب دیده بودند بپردازد، در حالی که هنوز نیروگاه بوشهر را پس از دو دهه به شکل کامل به ایران تحویل نداده است و دردآورتر این که هر بار هم به قطعنامه ها علیه برنامه اتمی ایران رأی مثبت داده است. روسیه اکنون با مخالفت با طرح‌های غربی ها نشان داده است که به راحتی حاضر نیست که سوریه را به کشورهای غربی تقدیم کند. گویی امروز سوریه قربانی ادامه جنگ سرد دیروز است که به شکلی زیرپوستی در روابط روسیه و غرب دنبال می شود. روسیه و غرب با سوء استفاده از اعتقادات و ایدئولوژی اسلامی کشورهای خاورمیانه و دستاویز قرار دادن شیعه و سنی در سوریه و حمایت‌هایشان از این نیروها تنها به دنبال کسب امتیازهای بیشتر در منطقه هستند.
روسیه به کمک ایران از نیروهای شیعه و مشخصاً حزب الله لبنان سوء استفاده می‌کند و کشورهای غربی و خصوصاً آمریکا نیز برای ایجاد تغییر در آرایش نیروهای این منطقه و شکست روسیه در این جبهه از نیروهای سنی مذهب رادیکال به عنوان سرباز پیاده نظام استفاده می‌کنند. در جنگ سرد کنونی قرار است مردم این منطقه که اتفاقاً بیشتر هم مسلمان هستند در راه پیشبرد اهداف روسیه و آمریکا به جان هم افتاده و به نام ایدئولوژی سنی و شیعه یکدیگر را قربانی کنند. روسیه و ایران در یک بدبستان به سر می‌برند، به این معنی که روسیه با حمایت خود از برنامه هسته‌ای ایران و کمک به جمهوری اسلامی با پشتیبانی‌های تکنولوژیکی خود به ایران القا می‌کند که می‌تواند به سمت ساخت بمب اتم حرکت کند. در مقابل ایران هم با حمایت همه جانبه از اسد می‌کوشد تا صحنه بازی را به نفع روسیه و در مقابل کشورهای غربی حفظ نماید. مهمترین اهرم فشار ایران در این میان نیروهای حزب الله لبنان است و در این میان جان هزاران عربی که به واسطه سیاست‌های ایران و روسیه قربانی می‌شوند به هیچ گرفته می‌شود. اما روسیه در این راه می‌تواند بر حمایت چین مدعی در برابر غرب حساب ویژه‌ای باز کند. چین با اقتصاد شکوفای خود در پی فتح بازارهای جهانی با کالاهای ارزان قیمت اکنون به قدرتی تاثیرگذار در جهان تبدیل شده است و در صفحه شطرنج سیاسی جهان مهره قابل توجهی است. چین نیز حاضر نیست که خاورمیانه نفت خیز و حساس را به راحتی و با قیمتی ارزان به کشورهای غربی واگذار نماید و این دو کشور با حمایت از رژیم‌هایی چون سوریه و ایران مانع از به ثمر رسیدن فشارهای بیشتر بین المللی برای کنترل و کاستن از خشونت‌ها در این کشورها می‌شوند. و آنچه که در این میان برای این قدرت‌ها هیچ ارزشی ندارد انسان‌هایی هستند که در زیر چرخ تانک‌ها و گلوله‌های توپخانه اسد نابود می‌شوند. کودکانی که در کشور ویران سوریه هیچ آینده‌ای برای خود متصور نیستند. البته اگر امروز بتوانند از این مهلک جان سالم به در ببرند. چین و روسیه بر سر قیمت خاورمیانه در حال چاره‌زنی هستند و چشمهایشان را بر ذبح نسل‌ها و کشته شدن انسان‌هایی از پوست و گوشت و خون بسته‌اند و از مردم ایران و سوریه و حزب الله به عنوان سپری انسانی برای حفظ منافعشان استفاده می‌کنند. اما آنچه که در این میانه ی آتش و خون برای مردم ایران اهمیت بسزایی دارد، درس گرفتن از وقایع منطقه است. مردم ایران با حرکت هوشمندانه خود از هر مجالی برای باز کردن فضای جامعه و ایجاد اصلاح در آن استفاده کردند و با توانایی بالای خود در خلق فرصتها و استفاده از آنها توانستند تا کنون شبح جنگ را از سرزمینمان دور نگه دارند. سرنوشت سوریه که نتیجه سیاست‌های بسته حکومت آن کشور و دلخوش بودنش به حفظ قدرت با اتکا به کشورهایی همچون چین و روسیه و سرکوب خواسته به حق مردمش در ایجاد تغییرات و اصلاحات در آن کشور است، می‌تواند در کشورهای دیگر منطقه هم اتفاق بیفتد، چرا که همه دیکتاتورها شبیه به هم رفتار می‌کنند. آنچه که می‌تواند سرنوشت کشورمان را متفاوت کند، آگاهی بیشتر مردم از توانایی‌های خود و موقعیت ویژه کنونی ایران است. مردم باید با استفاده از کوچکترین روزنه‌ها حکومت را به ایجاد اصلاحات مورد خواستشان مجبور کرده و با ایجاد زمینه‌ای برای بر سر کار آمدن عقلا فرجامی نیک را برای خود و نسل‌های آینده میهن رقم بزنند. بهروز بهبودی، ونکوور، یک شنبه 9 تیر ماه 1392.